گزارش تحقیقی، تصفیه قومی در وزارت معارف و بهانه اصلاحات. گزارشی از شیرشاه نوابی و عمران فروبلی. وزارت معارف که سازندگی زیربنای نسل آموزش دیده افغانستان پنداشته می شود، حالا در محراق انحراف و بنبست قرار گرفته است. بر بنیاد اسناد و مدارک تازه که در اختیار آژانس خبری گروه رسانه‌ای پاسبانان قرار گرفته است، سرپرست معارف بانو رنگین حمیدی تلاش دارد تا به بهانه ایجاد اصلاحات تازه در این وزارت به جای توسعه این اداره آن را کوچکتر سازد. در کنار آن، بانو حمیدی از سوی شماری از مشاوران تنقید شده این وزارت متهم به سوء استفاده از صلاحیت ها و همچنان جا به جای نزدیکانش شده است. اما سخنگوی وزارت معارف میگوید که برای موثریت بیشتر تلاش دارند تا تشکیل جدید معارف را بر بنیاد معیارهای بین المللی آماده سازند تا این وزارت موثریت کاری داشته باشد. برکناری بهتر از برشان نگوییم. ما در تشکیلات جدید خود قرار است که حداقل 3 مشاور داشته باشیم. بنان در تشکیلات جدید بر بستهای اینا وجود نداره. بنان اینا از جمله کسایی هستند که منتظرین به حساب می آیند. یک مبلغ پیشنهادی بود که از طرف ما پیشنهاد شده و منظور شده وزارت مالیه او نیست، رقم دیگه منظور شده. آغاز بحران و تلاش برای تصفیه قومی. بر بنیاد مدارک به دست آمده، وزیر معارف به تاریخ سال 1399 ماه 10 تاریخ 21 به 11 مشاور وزارت معارف نامه ای را صادر کرده است که آنان برخلاف طی مراحل قانونی تشکیل جدید از بستهایشان تنقید گردیدند. هرچند گزارش های وجود دارد که وزیر معارف و هیئت رهبری این وزارت تصمیم گرفته بودند تا هنگام نهایی شدن تشکیل جدید از برکناری و مقرری های تازه جلوگیری کنند. اما برخلاف فیصله انجام شده رهبری وزارت، بانو رنگین حمیدی عمل کرده است. در نامه 4814 مورخ سال 1399 ماه 9 تاریخ 25 که به معینیت محترم منابع و اداره فرستاده شد، چنین نگاشته شده است: بر اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت معارف در مرحله تطبیق بازنگری ساختاری و وظیفه قرار دارد که اخیراً این امر در سطح معینت‌ها تطبیق شده و کار تطبیق آن در سطوح پایینی عملاً در جریان است. بنابراین طبق فیصله جلسه رهبری مقام محترم وزارت در رابطه به موضوع یاد شده مورد ذیل تذکر داده می شود. 1. اعلان تمامی بستهای خالی اداره امور الا نهایی سازی ساختار تعیینات و منظوری آن متوقف گردد. شماره دوم، هر گونه تبدیلی، ارتقا و سرپرستی در بستهای خالی مامورین متوقف گردد. شماره سوم، بستهایی که قبلا به اعلان سپرده شده است و در مرحله مختلف استخدام قرار دارند بدون بستهای معلمان و کارکنان خدماتی اجیران، پروسه آن متوقف گردد. در بخش دیگر این نامه همچنان تاکید شده است که باید تمامی بخش های مرتبط وزارت معارف مشمول ریاست ها بر بنیاد فیصله انجام شده عمل کنند. بر بنیاد نامه شماره 4814 مورخ 1399/9/25 آمده است که مراتب فوق نگاشته شد تا تمامی ریاست های محترم در قسمت تطبیقان مطابق فیصله جلسه رهبری مقام محترم وزارت اعتبار از صدور نامه حاضر اجرا لازمی را مراعت نمایند. 1. در صورت اعلان و استخدام بعضی های مامورین از جانب واحدهای ولایت بعد از استراحت هدایت حاضا، منظوری آن از جانب ریاست منابع بشری طی مراحل نخواهد گردید و پاسخگو ریاست های مربوطه خواهد بود. شماره دوم، امنیت نظارت بر تشکیل کمافیل سابق تمامی بستهای خالی ریاست های معارف و ولایت ریاست های مرکزی را در هنگامی که بر ریاست انسجام امور ولایت با جدیت بیشتر جمع‌آوری نمایند. سرپیچی بانو حمیدی از تصمیم هیئت رهبری وزارت معارف کشور. اما برخلاف فیصله رهبری وزارت معارف، سرپرست مخل شده است. این اداره به بهانه بازنگری تشکیل جدید بستهای 11 تن از مشاورین را
که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور غنی گماشته شده بودند برکنار کرده است. بر بنیاد نامه برکناری یکی از مشاورینی که به تاریخ سال 1399 ماه ده تاریخ 21 صادر شده، رهبری وزارت چنین نگاشته است: طوری که در جریان قرار دارید بر اساس هدایت مستقیم جلالت مآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان پلان وسیع و جامع ریفورم و بازنگری تشکیلاتی وزارت معارف تحت کار مستقیم است که تغییرات چشمگیر در ساختار و تشکیل موجود این وزارت رونما خواهد گردید که در نتیجه تشکیل اداره این وزارت کوچک و مؤثر گردیده و توجه بیشتر به کیفیت و به توزیع عادلانه منابع صورت خواهد گرفت تا وزارت معارف به یک اداره مسلکی و فعال در عرصه خدمات تعلیمی با کیفیت مبدل گردد. این در حال است که با در نظر داشت تغییرات و بازنگری ساختار تشکیلاتی فوق الذکر که به اساس وظایف نیازمندی تکنیکی و مرتبط بوده است، بست‌ها تنظیم می‌گردد. عده‌ای از بست‌های اداره تکنیکی و مشاورین نیز قابل تنقیض و تعدیل به بست‌های مورد نیاز نظر به پلان جامع ریفورم باشد. برخورد سلیقه‌ای با مشاوران از بهر جابجایی افراد دلخواه. سرانجام به تاریخ سال 1399 ماه 10 تاریخ 25 رهبری وزارت معارف بست 11 مشاورش را تنقیض کرده است. قدرت الله قدردان مشاور وزیر، حمیرا قادری مشاور مقام وزارت در امور ولایات، اسدالله محقق جهانی مشاور ارشد مقام وزارت در امور نصاب تعلیمی، عبدالرازق احمدی مشاور تعلیمات عمومی، عبدالغفار سیغانی مشاور امور تعلیمات و مکاتب خصوصی، عظیم الحق عظیمی مشاور حقوقی، عبدالولی خنجانی مشاور مقام وزارت در امور نظارت تعلیمی، حمیدالله حاتم مشاور امور فرهنگی، دستگیر منیر مشاور نصاب تعلیمی، عبدالهادی رحیمی مشاور امور حقوقی، صفی الله خیر مشاور امور نشراتی کسانی هستند که از وظایفشان سبکدوش گردیدند. اما برخلاف تعهدات انجام شده سرپرست وزارت معارف مبنی بر متوقف سازی اصل و نصب افراد جدید، او 3 تن از مشاورینی را که در تشکیل سابقه حضور داشتند حفظ کرده است و 4 مشاور جدید نیز با معاش‌های NTA استخدام کرده است. محمد شریف ابراهیمی مشاور تعلیمات اسلامی، پسر کاکای عبدالرؤوف ابراهیمی، نثار احمد سعیدی مشاور امور مالی و اداری از بحر نزدیکی خانمش با رنگینه حمیدی، و زینب موحد مشاور مقام وزارت در امور نصاب تعلیمی مفردات درسی تعلیمات اسلامی به خاطر حمایتش از طرح درسخوانی کودکان صنف اول تا سوم در مساجد کما فی سابق در جایگاهشان حفظ گردیدند. همچنان 4 مشاور جدید با معاش‌های هنگفت NTA مشمول احمد زکی بابکرخیل مشاور امنیتی با معاش 42333 افغانی، عزیز افغان مشاور سواد آموزی با معاش 1,28,000 افغانی، عطل زردان مشاور NTA با معاش 1,56,000 افغانی و احمد ولی مشاور مقام وزارت در امور کوچی ها با معاش 58,000 افغانی تازه استخدام شدند. تشکیل خالی و برکناری های عقدایی. بر بنیاد مدارک دست داشته هنگامی که تشکیل به بازنگری می رود، نیاز است تا هیئت تکنیکی به دستور رئیس جمهور غنی ایجاد شود و سپس در سطوح عالی و بعد هم در سطح زیربنا این تشکیل تعریف شود. اما پیش از آن تشکیل جدید وزارت معارف نهایی گردد. بانو حمیدی به تصفیه کاری در این اداره دست زده است. در همین حال چارت تشکیلاتی جدید نشان می‌دهد که با جوی توصیه وزارت معارف، بانو حمیدی تشکیل را کوچکتر ساخته و بیشتر ساختارهای وزارت را در حالت سردرگمی قرار داده است که جزئیات آن مسئله‌ای در گزارش دیگر آماده خواهد شد. برخورد اقدامندانه و برکناری مخالفان. دستگیر منیر که یکی از مغزهای متفکر وزارت معارف انداشته می شود، در پیوند به تنقیص بست 11 مشاور وزارت معارف می گوید: اولا این فرد مجهول هویت است. جانب دیگه به اساس از امو اظهارات خودش که با آریانا نیوز داشت، فرد هست که فاقد سواد 2 زبان ملی ما و دری و پشتو هست که نه
به اصطلاح نه نوشته کرده میتونم نه خوانده میتونم و این یک جفای خیانت ملی است برای معارف افغانستان و از طرف دیگه کاملا نه به قوانین و مقررات لوایح وزارت معارف میفهمه و نه به فرهنگ افغانی ما و نه به درک معارف افغانستان و خرجگذاری به 9 میلیون شاگرد و بیش از 2 میلیون پرسنل معلمین عزیز ما که این کاملا از این فاقد از این معلومات و فاقد در فهم دانش که نیاز مبرم جامعه با ویژه نهاد معارف افغانستان که یک نهاد حقوقی حوالا اینا سلب صلاحیت است از طرف پارلمان اینا حق امضا کردن از ثانیان این که بستای اول و دوم در حیطه صلاحیت رئیس جمهور است و ثالثاً این که هنوز ساختار تشکیلاتی 1400 نهایی نشده و توشه رئیس جمهور است که تخطی های قانونی از این کار بانو حمیده برخلاف قانون و عقدمندانه است. آقای منیر میگوید بانو حمیدی به جای توسعه معارف تلاش کرده است تا ظرفیت های این وزارت را محدود سازد. در حال حاضر این وزارت به بحران روبرو است. بانو حمیدی بست های افرادی را از سمت هایشان برکنار کرد که به زعم خودش مخالفین او بودند. بر بنیاد قانون تا هنگامی که تشکیل جدید منظور نشود وزیر حق ندارد تا افراد را برکنار کند. در کنار آن در یکی از نامه هایی که به امضای بانو حمیدی است این فیصله از جانب رهبری وزارت صورت گرفت که نباید چنین میشد. خلاف ورزی های قانونی بانو رنگینه حمیدی. بر بنیاد قانون تنظیم سرپرستی وزارت خانه ها و ادارات دولتی بانو حمیدی پس از آن که از مجلس نمایندگان رای اعتماد کسب نکرد مخل پنداشته می شود. بر بنیاد ماده پنجم این قانون هرگاه کاندید وزارت یا اداره از جانب ولسی جرگه رای اعتماد کسب ننماید و یا وزیر در جریان اجرای وظیفه از طرف ولسی جرگه سلب اعتماد گردد و حیث سرپرست در همان وزارت یا اداره تعیین شده نمیتواند. در کنار آن بانو حمیدی نظر به ماده 50 قانون اساسی اتباعی افغانستان به اساس اهلیت بودن هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود. مر شمال عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان در پیوند به این مسئله میگوید از لحاظ قانونی نظر به ماده های ذکر شده سرپرست معارف نمیتواند که هیچ گونه تقرری و یا هم اصل را انجام دهد. پاسخ وزارت معارف در پیوند به این مسئله نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف در تماس با پاسبانان میگوید که این افراد از سمت هایشان برکنار نشدند. به نقل از بانو آریان بهتر از به این موضوع برکناری نگویید. ما در تشکیل جدید ما حداقل 3 مشاور داریم و در این تشکیل بست های این افراد وجود ندارد. اینها از جمله کسانی هستند که منتظرین به حساب می روند. این دو موضوع را با هم دیگر ربط ندین که 11 مشاور رفت و 11 فرد دیگه که ما شاید این چیه میگیره اونا به جایشان آمدن. اونا از قبل اینجا بودن و هیچ گونه ارتباط بین رفتن مشاورینی که قبلا در تشکیل قبلی با ما بودن و همکار ما که فعلا هستن هیچ ارتباطی تو مسئله با هم دیگه. در همین حال برخی منابع در وزارت معارف کشور مدعی هستند که سرپرست این وزارت تمامی واحدهای اداری این اداره را با چالش روبرو ساخته است و بیش از 10 ریاست این اداره در حال بی سرپرستی قرار دارند و این هم سبب شده است تا تمامی آمرین و رئیسان بخش های مرتبط در وزارت معارف در حالت سردرگمی به سر ببرند.